تصویر زیبای برخورد چند کهکشان از گروه کهکشانی پنج قلوی استفان. تصویر زیبای برخورد چند کهکشان از گروه کهکشانی پنج قلوی استفان. جدیدترین اخبار جیمز وب رو در دیویژن ساینس دنبال کنید. ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از جدیدترین ویدئوهای ما زنگوله پایین صفحه رو کلیک کنید. پنج قلوی استفان از پنج کهکشان بسیار بزرگ تشکیل شده. اندازه اون حدوداً یک پنجم اندازه ماه در آسمانه و بزرگترین عکس جیمز وب محسوب میشه. تقریباً 150 پیکسل و 1000 عکس جداگانه. ابتدا جیمز وب آسمان را به شکل موزاییک در میاره. از همه قسمت‌ها عکس‌های مجزا می‌گیره و بعد همه تصاویر رو در کنار هم قرار میده و تصویر نهایی به دست میاد. چشمان پرقدرت فروسرخ جیمز وب مکان‌های ستاره‌های غول‌پیکر، توده‌های ستاره‌سازی که ستارگان آینده در اونجا متولد میشن و فرایند تشکیل کهکشان‌ها رو نشان خواهد. به دنباله‌های کهکشانی زیبا در این تصویر نگاه کنید. قسمت‌هایی از کهکشان که توسط نیروی حرکت و گرانش به این شکل در اومدن. این گروه کهکشانی معروف توسط تلسکوپ‌های دیگه هم رصد شده. مثل این تصویر که توسط هابل گرفته شده. کهکشان NGC 7318B با شتاب شدیدی از وسط این گروه کهکشانی حرکت کرد. چهار کهکشان این گروه کهکشانی در حال ادغام هستند و پنجمین کهکشان NGC 7320 با فاصله 40 میلیون سال نوری نسبتاً به زمین نزدیک تره و فاصله چهار کهکشان دیگه حدوداً 290 سال نوری با زمین فاصله داره. این گروه کهکشانی تو در تو و فشرده در جهان اولیه نشون میده سیاه‌چاله‌ها چطور رشد می‌کردن و مواد رو در کل کهکشان چطور نگه می‌داشتن. سیاه‌چالی که در مرکز کهکشان NGC 7319 قرار داره یک ابر سیاه‌چاله فعال و بسیار روشن و داغه که 24 میلیون جرم خورشید رو داره و نورش تقریباً 40 میلیارد برابر خورشیده. این تصویر ترکیب تصاویر دوربین NIR کم و MIRI جیمز وب که هسته کهکشان رو به این شکل به ما نشون میده. ادغام دوربین ها با تجهیزات طیف نگاری معروف به IFUs جیمز وب یکی از جدیدترین تکنولوژی های تلسکوپی روزه. با این روش دانشمندان یک عکس رو به هر طیفی که میخوان تبدیل میکنن و یک کهکشان رو به صورت کامل بررسی و شناسایی میکنن. جیمز وب میزان گاز و گرد و غبار اطراف اون سیاه‌چاله، همچنین میزان جرم و روشنایی اون رو در ظرف چند ساعت تشخیص داده. به این کهکشان نگاه کنید. میتونید تمام ستاره‌های اون رو تک تک شمارش کنید. اون هم از چنین فاصله‌ای. میتونیم ابری که در سراسر کهکشان معروف به ستاره دریایی هست رو واضح ببینیم. در این عکس جیمز وب حتی میشه درون ابرها رو هم دید. و در این نقطه یک کهکشان کوتوله دیگه می‌بینیم و همه اینها به خاطر وجود تلسکوپ پرقدرت جیمز وب. به لطف تصاویر واضح جیمز وب میتونیم عناصر اطراف یک سیاه‌چاله رو هم ببینیم. برای اولین بار ما میتونیم تصاویری رو ببینیم که نشون میده ابرهای هیدروژن چطور در اطراف سیاه‌چاله به چرخش در اومد. با اشتراک گذاری این ویدئو اخبار جدید جیمز وب رو اطلاع رسانی کنید و اگر این ویدئو رو دوست داشتین ما رو لایک کنید و نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.